मौला मौला मेरे हमेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हमेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे این برای تو، فقط بذار یه تلفن بزنم. باشه، تو این ساعتو بده به من میذارم تلفن بزنی. آره بده گوشیو، بده به من. دیوونه شدی؟ آقا همین الان باهات دعوا نکرد مگه؟ سر یه فرصت مناسب گوشیو بهت میدم. ولی الان من باید حرف بزنم. هی با تو هم. هی کجا داری میری؟ الو؟ الو، رافی تو کجایی؟ کجا میتونم باشم؟ منتظر آقا دوماد عروس آینده شما هستم. راستی شما کجایی؟ اینجا همه منتظرتونم. بذار باشن. تو فقط ببین و تماشا کن. من که هیچی نفهمیدم. اشکال نداری، خیلی زود میفهمی. راستی رافی، یه سوال دارم ازت. این تمنا خانوممون چقدر خوشحال به نظر میرسه؟ خیلی خوشحال. انگاری لبخند یه بخشی از صورتش شده. واقعا؟ دختره یه بیچاره. ولی خیلی زود این لبخند از چهرش پاک میشه. اونم واسه همیشه. دختره یه بیچاره، من خیلی برات متاسفم تمنا. آبجی شمیم، بالاخره عروستون رو نشون میدی یا نه؟ مام دلمون میخواد عروس پسرتو ببینی. آبجی رشیده، خب الان نمیتونم نشون بدم. یعنی چی؟ چرا نمیتونی نشون بدی؟ مگه خونه نیست؟ نه منظور من اینه رفته آرشگاه واسه همین. ولی خیلی دیر شده، پس کی میاد؟ شما یه کاری کنید آبجی رشیده. اونجا بشینین، اونو الان هست که برسه. خیلی خوب جونم. بیلو پسرم، یه لحظه بیا. بیا. چی شده ماما؟ مثلا امروز دومادیمه، نمیذاری راحت بشینم. تو زمانی دوماد میشی که عروست بیاد اینجا. یعنی چی؟ مگه حسنا کجاست؟ نمیدونم، واسه همینم منم نگران شدم. همه مهمونا در موردش پرسجو میکنن، گوشیشم خاموشه. تو به دفترش زنگ بزن، سراغشو بگیر سری. بیلو داری به چی فکر میکنی؟ برو زنگ بزن. باشه زود باش میرم. برو. مالا مالا میره همیره همیره او مالا مالا میره همیره همیره مالا مالا میره همیره همیره او مالا مالا میره. مشترک مورد نظر در رساس نیمشد، لطفا بعدا تماس بگیر. از اونجا هم بگیر. برو برو. چی شده ماما؟ نگران به نظر میرسی. خب نگران کننده است دیگه.
آخه چرا خانواده دوماد هنوز نیومدن؟ ببین دخترم، مدیر تالار به هم گفت که تا ساعت 10 تالار رو تخلیه کن، همه مهمونا منتظرن. مامان جان، علی که یه آدم عادی نیست، اون دوست و آشنا خیلی زیاد داره. این که درسته، اما یه بار بهش زنگ بزنی بد نیست. باشه، من خیالم راحت میشه. مشترک مورد نظر در دسترس نباشد، لطفا بعدا تماس بگیرید. مینا چی شده؟ مامان ممکنه شارژ گوشیش تموم شده باشه، بالاخره یه عالمه بهش زنگ میزنن. شما نگران نباشین، اون میدونه کی باید بیاد، بالاخره خودش این تالار رو رزرو کرده. باشه. چی شده؟ نگران به نظر میایین. نه چیزی نیست رافه، مامان به خاطر عروسیم یکم غمگینه. شما چرا ناراحتی خاله جون؟ من اینجام، پسرت. سلامت باشی. عریبا جون یه سلفی با من بگیری. حتما. عریبا جون، ما شنیده بودیم شما با علی ازدواج میکنین، درسته؟ راستش اینجور حرفا پنهون نمیمونن. اصلا اونطور که شما فکر میکنید نیست. اما چهرهتون که یه چیز دیگه میگه. داری از حدت میگذرونی. ای بابا، شما ناراحت شدین؟ راستش در هر صورت زوج تمنا خانم با علی خیلی زیبا به نظر میرسه. نمک رو زخمش پاشیدی. کسی اینجا هست؟ کسی اینجا هست؟ من از اینجا باید بیام بیرون. اوه، تو نمیتونی آروم بشینی؟ تمام کلانتری گذاشتی رو سرت. تو به هم گفته بودی که میذاری تلفن بزنم. گفته بودی یا نگفته بودی؟ آی ای آقا پسر، چی میگی؟ چرا سر صدا میکنی؟ آقا داره علکی سر صدا میکنه، اگه اجازه بدید یه چند ساعتی سلول انفرادی بندازمش. این از من ساعتمو دزدید. شما ببینین، این گفته بود بهم گوشیشو میده ولی الان از حرفش برگشته. ای این چی میگه؟ ساعتش ازش گرفتی؟ آقا داره دروغ میگه، شما که میدونید من کجا و رشوه کجا. آره خیلی خوب میدونم. چی؟ جناب سرگارد این داره دروغ میگه، داره دروغ میگه، لطفاً بگردینش. مأمور قانون همیشه راست میگه، تو ساکت باش. تو هیچ میدونی که میتونم برات پرونده درست کنم که یه سال که چرز کنم 2 سال اینجا بمونی نتونی از اینجا جون بخوری؟ منو نمیتونی اینجا نگه داری، تو منو نمیشتسی. من اون بالاگیارو خیلی خوب میشتسم. پیشه جناب سرنگ ازت شکایت میکنم. راست میگی؟ تو هنوز نمیدونی من چقدر قدرتمندم. من تو این شهر خیلی ها رو میشناسم، زندگی رو برات جهنم میکنم، مطمئن باش. ای مامور. بله قربان. یه بار دیگه صداش در اومد، اونقدر بزن مثل سگ زوزه بکشه. واسه من میخواد بره پیش سرهنگ شکایت کنه. باره بابا جون، تو که چی بزرگتر از تو هم نمیتونن کاری کنن. علکی برای خودت درد سر درست میکنی، یه امشبه رو یه جوری تحمل کن، اگر نه خیلی پشیمون میشی. من شما رو راحت نمیذارم. بهشون میفهمونم با کی طرف. من به اینا میفهمونم. چرا درد سر درست میکنید؟ بله جناب سرگرد، همه چی تحت کنترله؟ آره بله بله، همه چی تحت کنترله، شما نگران نباشین. اما خانم. اما چی؟ همه چی خوبه درسته؟ نه خیر، خیلی مسئله گنده ای نیست، اما برادرزادتون خیلی
منو داره تهدید میکنه. تهدید؟ چه جور تهدیدی؟ همین که به اون بالایی ها شکایتمو میکنه و به رسانه هم این موضوع رو میرسونه. اگه بیرون بره و همچین کاری انجام بده، شما که میدونین این همه رو من به دستور خودتون انجام دادم خانم. جناب سرگرد، شما چرا نگران شدی؟ من هواتونو دارم، اصلا همچین چیزی نمیشه. سعی میفرمایین، اما ای بابا جناب سرگرد، من که گفتم هیچ اتفاقی نمیفته. ببینین، اول اینکه اون همچین کاری نمیکنه، درسته؟ و دوم اینکه فرض کنیم اگه همچین کاری هم کرد، شما شغلتون رو از دست نمیدین. اینو من براتون تضمین میکنم. و یه چیز دیگه، اون پولی که تا به حال بهتون دادم، فکر کنم براتون خیلی زیاد باشه. و در ضمن شما میتونین بگین که همه ی اینا فقط یه سوء تفاهم بود. خیلی ساده. بله بله، اینو که کاملا درست میفرمایین، ولی یه چیزی رو من درست متوجه نشدم. متوجه نشدم شما دقیقا شب عروسیش اونو چرا گرفتارش کردی؟ اون بیچاره خیلی نگرانه، مثل مرغ سرکنده شده. جناب سرگرد، هرچی بهتون گفته شده لطفا همونو انجام بدین، فهمیدین؟ بله بله، هرچی شما امر بفرمایید. خداحافظ. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار رو پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. دو قرون به ام پول داده و چه امر و نهی هم میکنه این زنه. یه ذره باهوش باش. من معذرت میخوام علی، من هیچ وقت نمیخواستم همچین کنم، ولی چی کار کنم؟ اگه این کارو نمیکردم تو با تمنا ازدواج میکردی، که تا وقتی زندم همچین اجازه ای نمیدم. امروز خیلی زیبا به نظر میرسی، نمیشه نگات نکرد. خیلی خوشحالی نه؟ آره خیلی خوشحالم. من تو زندگیم هرچی که خواستم تقدیر اونو سر رام قرار داده، و امروز من به عشق زندگیم میرسم. خب تو بگو چرا خوشحال نباشم؟ آره، اما گاهی خوشحالی آدمو چشم میزنن. واسه خودت یه اسپند دود کن. آقا واقعا اون جنس تو ماشین برای شما نبود؟ شما هم به من اعتماد نداری؟ اون جنس مال من نبود، برام پاپوش درست کردن. آخه اگه برای شما نبوده پس چطوری تو ماشینتون اومده؟ حسنا، من واقعا نمیتونم، نمیدونم چطوری تو ماشینم اومده، نمیدونم، واقعا نمیدونم. لعنت بهش. الان چی کار کنیم؟ ها؟ چطوری بریم بیرون؟ بیاین غذا بخوریم. وای! بیا من. علی آقا! کجا میری؟ برو تو ببینم. نه 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 لطفا کاریش نه،
داشته باشین جناب سرگرد. خواهش میکنم، من معذرت میخوام. تو چرا معذرت میخوای دختر؟ ببین پسر جون، دوباره این دختر نجات داد. ای این دختر نجات داد، یادت باشه. گوش کن دختر، به این عشقت بگو اگه دوباره تکرار بشه جنازه هر دوتون از اینجا بیرون میاد. فهمیدی؟ اینو بفهمین گروبان گارسیا. اصلا جوونی، در رو قفل کن بیا. تو آوانشو پس میدی؟ آروم باشی لطفا. اون غذا رو بخورید، ولی یه قلوپ آبم بهتون نمیدم. آقا ماجد، پس کی عقد جاری کنیم؟ جناب آقا، جناب آقا شما حالا شیرینی بخورید، عروس داره حاضر میشه. از کیه که دارید میگید عروس داره حاضر میشه؟ ببینین خواهر، من یه جای دیگه هم باید برم واسه عقد. اگه فکر میکنید که عروستون نمیاد، من برم یه جای دیگه برای این کار. از اولش هم خیلی دیر شده. آقای آقد، این عقد بیلوه، یه خورده منتظر باش. ببین بیلو، من به خاطر حرف تو بود که اول اومدم اینجا. اما خب عزیز من، برو اول عروستو پیدا کن، بعد تو هر وقت بهم زنگ بزنی من خودمو میرسونم. آبجی شمیم چی شده؟ چرا عاقد بدون خوندن خطبه عقد رفت؟ نه اینطور نیست، یه کار مهمی داشتن، یه جای دیگه هم باید برای مراسم عقد می رفتن. شما بفرمایید. از علی هیچ خبری نیست، گوشیشم خاموشه. نکنه مامان شما چی میخواین بگی؟ نکنه که اون فریبت داده. مامان علی اینجوری نیست، بدین من بهش زنگ میزنم. شما چرا به ناهید خانم زنگ نمیزنین؟ خاله شما نمیشناسینش؟ اون عمه علیه، من یادم به بهتون گفته بودم. تعجب میکنم هنوز با خانواده علی آشنا نشدین، به عروسی با دخترتون رضایت دادین؟ رافه تو نیاز نیست که خیلی نگران باشی، علی الان هم میرسه. شاید ساعتو ندیدی، ساعت 9. تو شماره عمه علیو به هم بگو، بهش زنگ میزنم. شما خوبین؟ لطفاً نگران نباشید، همه چی درست میشه. شما چرا نذاشتین من با این حرف بزنم؟ شما اگه میذاشتین حرف بزنم بعد چی کار میکردین؟ ها؟ اینجا کلانتریه و ما به چشم اینا مجرمیم. من مجرم نیستم. چطوری میتونید ثابت کنید؟ ما بد جوری اینجا گیر افتادیم و هیچ کس هم باورمون نداره. پس شما چی میخواید؟ که من دست رو دست بذارم و بشینم؟ نمیدونم الان تمنا چه فکری میکنه، چقدر نگران شده. شما چقدر خوششانسین که یکی هست که شما رو میخواد، یکی که بهتون اعتماد میکنه. فقط منم که نمیتونم بیگناهیمو ثابت کنم. آه حسنا،
اصلا نگران نباش، من کنارتم. به خانوادت میگم و به اونا ثابت میکنم که هر اتفاقی افتاده مسئولیتش با من بوده و تو هیچ تقصیری نداری. من نمیذارم کسی بهت حرفی بزنه، قول میدم، باور کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وایسا، من حرف میزنم. الو، سلام، این شماره ناهید خانومه؟ آره منم، شما کی هستی؟ من مامان مینا هستم. کدوم مینا؟ من مینایی رو نمیشناسم. ببخشید، من فراموش کردم شما اونو به اسم تمنا میشناسی. کدوم تمنا؟ من کسی به اسم تمنا رو نمیشناسم. این چه حرفیه میزنی خواهر؟ تمنا بازیگر مشهور فیلم هاست، عروس آینده تونه. ما توی تالار منتظر هستیم، شما کی میایین دنبال عروس؟ شما عقلتونو که از دست ندادین. عروس؟ تالار؟ ما هیچ تالاری نمیایم، شما فهمیدین؟ آره. و اگه چیز دیگه؟ به این شماره دیگه زنگ نزنین لطفا، دیگه به هم زنگ نزنین، مرسی. اما خواهر، خواهر، حال خوشم رو خراب کرده. بی خیال بابا. یعنی چی؟ آبجی شمیم، شما که میدونین خیلی دیر وقت شده، حداقل غذا رو بکشین، خیلی گرسنمون شده به خدا. من اینجا نگران نشستم و تو به فکر سیر کردن شکمتی؟ خب به همون بگو نگرانی چیه؟ چی میخوای بگم؟ به هر حال فکر نکنم امشب پسرت عروسی کنه جونم. پاشو بریم آقا، اینجا که خبری از غذا نیست. پاشو. تو چی کار کردی؟ همه مهمونا دارن میرن. پس چی کار میکردم؟ میشستم به حرفاشون گوش میدادم؟ مامان، چی شده مامان؟ ناهید خانوم چی گفتن؟ چی شده مامان؟ اونا نمیان. یعنی چی؟ من از اول میدونستم، میدونستم، گفتم این پسر مشکوک میزنه، ولی تو حرفمو باور نکردی. ببین، ببین عاقبتش چی شد. مامان مگه چی گفتن؟ علی کجاست؟ من نمیدونم علی کجاست. عمه اون گفت که من مینا رو نمیشناسم. مامان شما مینا گفتین، اون حتما فراموش کرده. منو اینجا همگی تمنا میشناسن. آره منم گفتم که مینا همون تمناست، ولی اون گفت که اینجا هیچ دامادی در کار نیست، اونا نمیان. مامان شما هنوز بیداری؟ چی کار کنم؟ از هیجان زیاد خوابم نمیبره. شما میدونین علی چرا هنوز برنگشته؟ خب باید بگم اون امشب بر نمیگرده. اینی
اما چرا؟ به خاطر اینکه اگه بخواد بیاد مستقیم میره پیش اون تمنا، که من اینو هرگز اجازه نمیدم. مگه اونو کجا فرستادین؟ به به اینی، تا به امروز که اصلا نگرانش نبودی، اما امشب خیلی نگرانش. یاره مامان، من نگران اون نیستم، بلکه نگران شما. این کارایی که شما میکنین امروز نه یه روزی فاش میشه، بعدش چه اتفاقی میفته بهش فکر کردی؟ ببین عزیزم، ناهید هیچ وقت کاری رو بدون فکر و دقت انجام نمیده. من الان هر کاری رو میکنم به خاطر خودت و به خاطر خودم میکنم. اگه اون دختر تو این خونه میومد، تو دو روز، فهمیدی؟ تو دو روز تو من رو از این خونه بیرون میداخت. تو باید الان ازم تشکر کنی که دارم انقدر تلاش میکنم برات. آره ولی مامان. لطفاً اینی، لطفاً، من الان حالم خیلی خوبه، خرابش نکن دیگه. مامان شما این گوشی رو بدین، من بهشون زنگ میزنم. باشه خوبه، هر جور صلاح میدونین. من فقط واسه این گفتم که نمیخواستم اشتباهی مرتکب بشین. چی شد؟ گوشیش خاموشه؟ نه. پس چی؟ چرا حرف نزدی؟ گوشیو قطع کرد. این کیه زنگ میزنه؟ اون دختره، تمناست. پس چرا قطع کردین؟ باهاش حرف میزدین؟ نه خیرینی، به هیچ وجه نمیخوام اصلا. همین الان وقتشه که هرسش بدی. اومده بود با من رقابت کنه، دختره پر رو. اون باید بفهمه که ناهید خانوم کی هست. من 2 دقیقه دیگه میام، باشه؟ ای خدا، الان چی میشه؟ الان به مهمونا چی جواب بدیم؟ چی بهشون بگیم؟ من میدونم اینا همش نقشه اون ناهیده. اون نمیخواد که با علی ازدواج کنم. تو دیوونه شدی؟ هنوز از اون پسر دفاع میکنی؟ اون آدم اصلا برای من و تو هیچ آبرویی نذاشته. مامان دارم بهتون میگم، علی هیچ تقصیری نداره، حتما اون ناهید یه کاری کرده. آره واقعا، مگه اون بچه کوچولوه که تو اتاق زندونیش کنن؟ ها الان چی کار کنیم؟ حالا این مهمونا چی میشن؟ بهشون چی جواب بدیم؟ مامان دارم بهتون میگم، همچین چیزی نیست. علی حتما یه مشکلی براش پیش اومده. به نظر من خاله راست میگه، علی تو رو فریب داده. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشه یه مشکله، خونه شوهر بره یه مشکله دیگه، از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تعامل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. دیگه دیر وقت شده. شما که گفته بودین عمتون پیداتون میکنه، حالا کجاست؟ چرا نیومدن؟ نمیدونم چه اتفاقی افتاد. مثلا امشب عروسی من بود. نمیدونم تمنا چقدر نگرانه و پیش خودش چه فکری میکنه. همه یه مردم به همون میخند. نمیدونم اون الان در چه حالیه و کجاها دنبالم گشته. ولی علی آقا یه چیزی هست، اگه این مواد مال شما نبوده پس حتما یکی براتون احتمالاً پاپوش درست کرده. من هیچ دشمنی ندارم، من واقعا هیچ دشمنی ندارم. نمیدونم کی اونا رو تو ماشین من گذاشته،
نمیدونم، ذهنم هم کار نمی کنه. شما به من شک داری؟ شما به من اعتماد نداری؟ اگه من بهتون اعتماد کنم، بقیه هم اعتماد می کنن؟ ها؟ خانواده من به من اعتماد می کنن؟ دایی جونم به هم اعتماد می کنه؟ نمی تونه اینو تحمل کنه؟ بله نایت خانم. الو رافه، بگو مراسم چطور پیش میره؟ شما کجایی؟ الو عمه نایت، شما کجایین؟ علی کجاست؟ ما همه اینجا منتظرتونیم. ما مینا، مامانت به چیزی نگفته؟ چیو به هم نگفته؟ من چیزی نفهمیدم. بعضی وقتا که خیلی باهوشی، ولی الان یه حرف ساده رو نفهمیدی. از اینجا هیچ کسی نمیاد. اما چرا؟ واسه اینکه علی یه جایی رفته و اون اینو گفت که با تو عروسی نمی کنه مینا. به هیچ وجه، علی هیچ وقت اینو نمیگه. من الان باید باش حرف بزنم. دیوونه شدی؟ بهت گفتم که اون خونه نیست. عمه اون کجاست؟ ما همه اینجا منتظر دومادیم. من خیلی خیلی برات متاسفم تمنا. من واقعا شرایطتو درک میکنم، اما چی کار کنم؟ ما نمیتونیم اونجا بیایم. خب چطوری بیایم وقتی دوماد نیست؟ پس تو یه کاری کن، برو خونه. آفرینه. الو چی شده مینا؟ چی گفتن تمنا؟ چی شده دخترم؟ مینا دخترم، چی شده عزیزم؟ تمنا مینا، خدای من، تمنا مانعت شده بودم اگه نه؟ بهت گفته بودم دشمنی با من به ضررت تموم میشه. حالا باهاش روبرو شو. اکرم، خیلی قهوه خوشمزه‌ای درست کردی، دست درد نکنی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. داداش شما اینجا نشستین؟ من داخل دنبالتون میگردم. میدونی داداش ماجد، نمیدونم دخترم حسنا کجا مونده، اما تو باور کن دختر من اینجوری نیستش، اونجوری که زن داداش شمیم میگه. من حالتونو درک میکنم. ممکنه حسنا نخواسته با بیلو ازدواج کنه، واسه همین خونه رو ول کرده رفته. نه داداش ماجد، من دخترمونو خیلی خوب میشناسم. اون خیلی دختر فداکاریه، اون حتی حاضره به خاطر ما جونشم بده. اگه همچین چیزی بود حتما به من میگفتش. دخترم به خاطر حرف من داشت با بیلو عروسی میکرد. نمیدونم داداش، اما جلوی همگی آبرومون رفت. تو رو خدا داداش ماجد، ما رو ببخش. حالا این حرفا چه فایده ای داره؟ شما بیاین داخل و غذا بخورین. نه داداش ماجد، من نمیتونم غذا بخورم. هر وقت حسنا دخترم اومد اون وقت غذا میخورم. راستش داداش، من فکر نمی کنم حسنا بیاد. اون باید بیاد، حتما میاد، دخترم میاد پیشم، میدونم. مامان تمنا چی میگفت؟
چی میخواد بگه؟ همین دیگه که علی کجاست؟ ما همه منتظر دومات هستیم و خدای من بیچاره، حتما خیلی تحقیر شده. چرا؟ تو چرا واسهش اینقدر ناراحتی حالا؟ من چرا براش ناراحت باشم؟ من میگم که علی رو هر جایی که فرستادین اون که دوباره برمیگرده و میاد ازتون میپرسه که به تمنا چی گفتین و فکر کنین اگه تمنا همه ی حرفاتون رو بگه چی؟ من فکر نمی کنم همچین چیزی بخواد اتفاق بیفته. بعد این همه تغییر شدن من حتی فکر نکنم بخواد قیافه ی علی رو ببینه، چه برسه که بخواد با اون حرف بزنه حتی. مامان شما اینطور فکر میکنی، اما اگه علی واقعیت رو بهش اثبات کرد چی؟ نه عزیزم نه، من همچین اجازه ای رو نمیدم اصلا. من نمیذارم که علی و تمنا بخوان همدیگر رو ببینن به هیچ وجه. مامان لطفاً اینی کافیه دیگه، خیلی خستم، منم باید بخوابم دیگه. شبت بخیر. مامان بیا آب بخور. این چیه دیگه، برو زهر بیار بخورم. مامان تو ناراحت نباش، حسنا پیدا میشه. ها؟ تو واقعا چه فکر میکنی؟ فکر میکنی من به خاطر حسنا ناراحتم؟ به من باشه که اون دختره باید بره به جهنم. من از این ناراحتم که بعد از این افتضاح چطوری تو این محل زندگی کنم من؟ کجا داری میری؟ میرم دنبال حسنا بگردم. مثل این که عقلتو از دست دادی، داری دنبال یه فراری میگردی؟ برای ما اون دختر مرده. مامان تا وقتی انتقام این آبروریزی رو ازش نگرفتم اینجوری ولش نمیکنم. نه پسرم، دیگه ما با اون هیچ ارتباطی نخواهیم داشت. ایشالله که بره به جهنم. تو نمیری دنبالش، بهت گفته باشم من. مامان پس این بی‌آبرویی که شده رو چیکارش کنیم؟ همه مسخرمون میکنن. تو اگه اونو پیدا کنی بیاری آبروریزیمون کمتر میشه پسر. نخیر، من اون حسنا رو تو اون خونه واسه یه لحظه هم نمیتونم تحملش کنم پسر. این که عروسم بشه رو کلا فراموش کن. ولی مامان جون منو قسم بخور اگه بری دنبالش بگردی جنازه منو میبینی تو خونه پسرم. قسم بخور که نمیدی. ای دختره نحس و بدشگون، ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.